افراد مبتدی معمولا زیان میبینن. در توصیه های دیگر سرمایه‌گذاری خدمت شما عرض کردم که اصلا وارد پروژه نشید. برخی از افراد به شما توصیه میکنن که سهام کوچک بخرید یا سهام بزرگ بخرید. ببین اینها هر کدام ریسک های خودشو داره. ریسک سهام کوچک بیشتر، سهام کوچک بسیار بیشتر پروژه میشه. اگر شما میخواید وارد این نوع پروژه ها بشید، خب توصیه این است که حتما سهام کوچک رو انتخاب کنید. ولی معمولا افراد مبتدی در پروژه هایی که افراد خیلی با مهارت بالا در بازار سعی میکنن پروژه ها رو ایجاد بکنن و صفحه خرید ایجاد کنن، افراد مبتدی معمولا زیان میبینن. بنابراین من در توصیه های دیگر سرمایه گذاری خدمت شما عرض کردم که اصلا وارد پروژه نشید. اگر نمیخواید وارد پروژه بشید، سهام های بزرگ رو انتخاب کنید، سهام های مشهور رو انتخاب کنید، سهام هایی رو انتخاب کنید که ریسک های پایین دارن. کم کم به تدریج که شما با بازار سهام آشنا میشید، میتونید از سهام های کوچیک رو ارزیابی کنید، سهام های کوچیک رو انتخاب کنید و این نوع سهام ها رو خریداری کنید. نکته دیگر این است که بازار معمولا ممکنه به یک نوع سهام خاص توجه ویژه اعطا کنه، توجه ویژه داشته باشه. مثلا اینکه شما ببینید که سهام کوچک یا سهام بزرگ یک زمان هایی در بازار مورد توجه قرار میگیره. زمانی هست که سهام کوچک مورد توجه بازار، زمانی هست که سهام بزرگ مورد توجه. مسئله دیگری این هست که سهام ها رو میتونیم به دو دسته ارزشی و رشدی تقسیم کنیم. باز هم زمانی در بازار سهام های ارزشی مد میشن، یعنی سرمایه گذاری در سهام های ارزشی مد میشن، و زمان های دیگری سرمایه گذاری در سهام های رشدی. پس 4 نوع سهام میتونیم داشته باشیم که به فراخور حال برخی اوقات بازار به یکی از این 4 نوع توجه نشون میده. همین که شناخت پیدا کنی که بازار الان داره به کدوم یک از این نوع سهام توجه میکنه، این میتونه برای شما خیلی مفید باشه. 4 نوع کدوم ها بودن دوستان عزیز؟ ارزشی کوچک، ارزشی بزرگ، رشدی کوچک و رشدی بزرگ. پرسود باشید. توصیه سرمایه گذاری رو سیف کنید، به اشتراک بگذارید، لایک بزنید، بعداً مثل چک لیست به اینها مراجعه کنید، به نفعتون تموم میشه. و ببینید که این توصیه ها رو اجرا کردید یا نه. موفق باشید.